طبیعی است که سازهای تخصصی من در واقع از اول از تار شروع میشه. ستارم بیشتر از دوره دانشجویی شروع کردم. البته خب اساتید خیلی بزرگی شانس اینو داشتم که پیششون کار کردیم. ولی چون اون جنبه آهنگسازی من خیلی برام مهم بوده، من همش دنبال رنگ بودم و این رنگ رو فقط نمیخواستم که در نوشتن یه قطعه استفاده کنم یا توی موسیقی فیلمی مثلا به صورت افکت استفاده بکنم، یواش یواش ابزار من زیادتر بشه. البته اینایی که بخوایم الان اسم ببریم چیزایی است که در از نظر خانوادگی جزو سازهایی که به ساز اصلی من سنخیت داره. به هر صورت توی این کندوکاو صداها و یکی این که من وقتی که ستار میزدم همیشه به این فکر کردم که این ستار خیلی هم خانواده داره، همین دوتار، همین نمیدونم تنبور که پدرای این سازن، خب اونا هم تکنیکای خاص داره، چرا من در این استفاده نکنم؟ چون که من از خیلی خیلی از کوچیکی یاد گرفتم که برای من چیزی ممنوع نیست برای که بخوام تجربه کنم. خیلی جالب بود وقتی که داشتم، خب خیلی کنسرت داده بودم با تار و ستار اینا، وقتی که یه شبی حتی ایران هم نبود کنسرت میخواستم بدم، یه خب یه حسی خاصی داشتم و یه چیزی بود، یعنی جالب بود که من شاید مثلا یه هفته بود رفته بودم پاریس هم بودم، بعد توی کلیسای خیلی زیبایی هم کنسرت داشتم. اتفاقا تو اون کنسرت شب قبلش با لطفی داشتیم، یعنی شب قبلش لطفی داشت، اون شبش من داشتم و شب سومش دوتایی با هم داشتم. بعد وقتی که روزای قبلش بود من یه مقدار کسالت پیدا کردم و یه جور دلتنگ بودم. من نمیدونم این دلتنگی من چه حالت خیلی سورئالیستی داشت، یعنی که من دلم برای موسیقی و صداهای تنگ شد که ذاتاً تو موسیقی دستگاهی نیست. من اصلا آوازهای ترکمنی شنیدم و جالب بود، فکر می‌کردم مثلا من صدای اجدادام دارم میشنوم چجوری، ولی خب این تو ذهن من چرخید، ضمن این که برای من یه جایی از ذهنم خیلی جا باز کرد، تو قلبم اصلا جا باز کرد. بعدن که فکر کردم که ابزار من در آهنگسازی در نوازندگی چیه، گفتم همه ایرانه، همه صداهایی که در ایران هست، خب حالا میخوای بری تکنوازی ستار بکنی، این قضیه چیه؟ بعد این حسی که در من میچرخید، من ناخودآگاه این حال هوا برای من ترکمن، یعنی این که یه آدم سلحشوریه و آوازهای خیلی خاصی داره. یعنی اولا اینو اگه بخوام تشریح کنم، ما تحریرامو معمولا از یه نوتی به یه نوت دیگه اشاره میشه، میدونی؟ فاصله دوم نشمیم. ترکمن ها فاصله هاش بزرگ میشه، این فاصله پرش داره و این برای من جالب بود که من میتونم از یه نوع تحریر های استفاده کنم که منشأش برای من میتونه مثلا صداهای ترکمن باشه، ولی اون سلحشوری که من از حسی که از ترکمن ها داشتم فکر میکردم اصلا خود به خود تو این هست و من این حالت به ذهنم آمد. این همون تحریرهایی است که داره الان با فاصله چهارم میپره، نمیگه این نیست. شما تو خیلی از آوازهایی که مثلا در هورخانی کردستان هست، یهو برو اون برای کره زمین توی سیسیل هست، تو سرخپوستا هست، که این تحریرها با فاصله های منفصل، یعنی فاصله های بزرگتر تحریر داده میشه. حالا تو ترکمن هست،
این بخش دراماتیکش، یعنی رفتی موسیقی داد، این حالتی که خودم میخوام این تضاد تو خودش به وجود داره، میگه باز اینجا که پوزیشن عوض شده، اینجا رو فاصله چرام دیگه، فقط همه چیز تاریک میشه، یک منفذ کوچیکی از نور میبینی. قصدم نیست این قطعه رو اجرا کنم، فقط میخواستم اشاره کنم و این توضیح رو بدم که در واقع وقتی که صحبت تکنیکی ساز یا سابقه ساز هست، دیگه برای ذهن آهنگساز مهم نیست که حالا با اون شیوه ها یا چیزهای کاملا سنتی بخواد تطبیق پیدا کنه، و چون به سازهای هم خانواده ستار فکر کرده بودم، خیلی ممکن بگن که این در ستار اصالت نداره، برای من اصالت محض بود، برای اینکه من از لحن و صداهای آبا اجدادی خودم توی ستار به نظرم آوردم. و قطعه ترکمن آغازیست برای اینکه یک اتفاقات دیگهی در سازی مثل ستار بیفته. هر تکنیک یا هر چیزی ممکنه برداشت غلطی ازش بشه و استفاده بدی هم بشه، ولی در مسیر کاری خود من، برای من یک مسیری رو باز کرد که من با ستارم میتونم نگاه های دیگه هم داشته باشم که به نظر من در تمام سازهای ایرانی و آواز ایرانی اگر همچین نگاهی باشه، موسیقی دستگاهی به نظرم غنی‌تر و غنی‌تر میشه. اصولا وقتی که حتی به تمام موسیقی های دنیا نگاه کنیم، موسیقی ریشش نیایشه، یعنی از نیایش اومده و اماکنی ساخته میشده برای اینکه آدما جمع شن اونجا نیایش کنن، و اون آوازهای جمعی یا اون سرودهای جمعی یا اون برسات موسیقیایی که جنبه نیایشی داشته، اینا وقتی که در یک مکانی مناسب اجرا میشده، یک حس قوی تری را ایجاد میکنه و همبستگی بیشتر رو. حالا شما نگاه بکنید که تمام این اماکن هستن دیگه، حالا مثلا کلیساها هستن، مساجد هستن، اینا همشون طوری ساخته میشن که صدا توش انعکاس داشته باشه. شما وقتی مسجد شیخ لطفان الله میرید، شاهکاره، جاییست که میکروفون لازم نداره، وقتی زیرش وایسید 7 دفعه صدای شما تکرار میشه، یعنی معماری انقدر فکر آکوستیکی توش شده. بعدا اینا یه تخصصی میشه، جدا میشه ازن. بعد شما به تمام سازهایی که سازهای شرقی که چقدر به اماکنشون میخوره، یعنی اینکه این حالت تنین داشتن و یه جوری انعکاس پژواک داشتن در سازهای شرقی هست، سازهای شرقی که تحت سلطه مخالفت قرار نگرفته باشن. تمام سازهای هندی اگر که نداشته باشه، یه تامورا کنارشه که اون پژواک رو ایجاد میکنه. تو همین بلوچستان خودمون بریم، تمام سازهایی که سیمهای رزونانس دارن، سیمهای هم بهش میگن سیمپاتیک هم سیمهای رزونانس، یعنی سیمهایی که آزادن رو ساز، انگوش گذاری نمیشن ولی هارمونیکا رو تقویت میکنن، یعنی رنگی میکنن صدا رو. باز اونا هم تنبورک دارن یا مثلا قیچکایی که سازهای سیمهای رزونانس داره و همه سازه. این یه چیزی بوده که در موسیقی شرقی متداول بوده و هست. در ایران
این مسئله به خاطر فشاری که روی موسیقی بوده، سازا به طرف کم صدایی رفتن و خیلی چیزاشون رو در فیزیک از دست دادن. ببین شما وقتی تو دنیای موسیقی میری، باهاش تو تاریخ هم میری. یعنی خیلی جالبه، معجزه داره. یعنی وقتی تو تاریخ میری، سفر میکنی باهاش، صداها رو اون موقع هم میشنوی. این صداها میتونن فرضی باشن، چنانچه وقتی که شما میخوای یه فیلم تاریخی بسازی، خب میخونی که مثلا ساختمان ها چه شکلی بودن، نمیدونم ظاهر چجوری بوده، اون رو شما در فیلمت میسازی، در تصاویرت میسازی. خب تو صدا میشه دیگه. تو صدا وقتی شما فکر کنی که مثلا ساختمان ها این شکلی بوده، همچین ابعادی داشته، شما فرض میکنی که صدایی که توش ایجاد میشه، این صدا چه پژواکی داره، چه رنگی پیدا میکنه. همین شد که من احساس کردم که این تنین یا این پژواک در تار ایرانی محدود شده. الان مثلا تار آذری اینا رو اضافه کردم و این پژواک توش خیلی زیاد است. یا در ستار که اصلا یه ساز مخفی بوده، ستار هیبتش این بوده که کاسه تختی داشته میکردن، تو آسینشون میرفتن این منور کسی نبینه. خب طبیعی است که تمام چیزهایی که باعث بشه پژواک داشته باشه ازش حذف بشه. حالا این اصلا شبیه افسانه های شیرینه، ولی خب ما صدا میخواییم. الان من فکر کردم که خب این ستار، البته این ستار قبلا استاد قنبری و استاد تجویدی که فکر کرده بودن یه به این چیز رسیدن دوتایی که بیایم ستار رو برای که تنین بیشتری داشته باشه پوست بکشیم روش و ببینیم چه صدایی میده. پوست کشیدن رو ستار و اسمش هم گذاشتن شورانگیز، ولی فقط با تکنیکه. و تکنیک ستار فقط شما بخوای بزنی، اگر پوست داشته باشه خیلی موقع این خود به خود، ببینید معمولا با ترکیب سیمای دیگه نواخته میشه. وقتی پوست داره یه موقعی ممکنه که صدا خیلی زیادی تو هم بره و قاطی بشه. من یه مقدار روی فکر کردم، از اینکه بشه تکنیک‌های دیگه هم بهتر استفاده کرد، من این طرح رو دادم که اینو تبدیل به کاسه تنبور بکنیم و این پوست رو برای اینکه باز مشکل پوست و کوک و اینا تغییر نکنه، اینو به وصلی به صفحه وصل نگه داریم اینجا آزاد باشه، که من اینو باید رو شورانگیز نشون بدم. ببینید این اینجا فکر کنید اگه تنبور بود همش کاسه چوبی بود، این قسمت پوست شده و از اینجا مثل یه پل وصل به کاسه قلب. البته تجربه اول زیر خرک حالت جزیره داشت، یعنی یه حالت بیزی شکلی زیر خرک چوب بود ولی از دو طرف آزاد بود. اینم باز تو کوک و تو تنین حالت خوبی نداشت. بالاخره به این فرم رسیدیم که استاد قنبری و آقای آیتی خیلی در این مسئله زحمت کشیدن، که چون اسم میبرن برای که این شکل ساز رو، و آقای جعفرودی طرحایی که من اول دادم و باهاشون بالاخره به یه طرحی رسیدیم، این شد که یواش یواش به این شکل در بیاد. خب این الان مثل یه تنبوری است که دارای خصوصیات دیگه. حالا ببینید شما گوش کنید. ببین الان نسبت به ستار یا تار اون حالت پژواکش، ماندگاری صدا، thank you.
شراب نوش. آه من رند بینام مددی که چیزایی که باعث این تنین میشه غیر از اینکه خب پوست دیگه، پوست در واقع این ارتعاشات رو تقویت میده. سیما هم دوبله، یعنی در ستار اینجوری نیست، یعنی سیم اول سیم دوم سیم سوم همشون اینا مثل تار دوبلن و بعد هم صدا قوی تره و هم شما با استفاده خاص از این دوب سیما میتونین رنگای زیادی شه. مثلا این صدا یه رنگی داره، وقتی این میشه یا اگه فقط این باشه تکسیم باشه میشه حالا چون دوتا سیم داره میشه این حالا گه. بعد در نوانس، نوانس یعنی چی؟ یعنی وقتی رو شدت و ضعف ها رو حسایی که میخوای، الان وقتی من اینجوری زمزمه میکنم ببین تا کجا میتونم این صدا رو آروم کنم و فکر رو متمرکز کنم روش، در صورتی که اگر که این امکانات رو نداشته باشه صدا زود میفته در ستار. بعضی موقعا واقعا نوتو میشه چکوند قطره بشه. قصه دیگه بگم، ولی کی میخواد بگه که این خوبه یا بده؟ شما یک رنگ دیگه اضافه میکنی، حداقلش اینه که ایده های خودتو میتونی پیاده کنی. اینا یواشیاش راه منو باز کرد برای این که من هی بگردم صدا پیدا کنم برای کارهایی که میکنم و ترکیباتی که ایجاد صداهای مختلف که در چیز کردم در موسیقی های فیلم یا خیلی جایی کارهایی که کردم تجربه کردم برام خیلی جالب بود. اگر که قرار بود من توی همون بحث گروه نوازی در قالب فقط چند تا ساز سنتی بمونم، همیشه باید یک مضمونی رو از اون شعر موسیقاییم اجرا میکردم، ولی الان دستم بازتره. یعنی اگر که هر ابزاری به من کمک بکنه که رنگ جدید داشته باشم استفاده میکنم و شورانگیز برای من این خاصیت داشته. خیلی خیلی کنسرت های زیاد دادم، قطعات زیادی ساختم براش و در کارهای جمعی و گروهی هم استفاده زیادی ازش کردم. میخوام راجع به ساز سلانه بگم. اصلا اسم این ساز خیلی در این حال خنده داره، یعنی که ما با این دوستمون سیامک افشاری که رشته شهرسازی و معماره ولی از قبل ستار میساخت، دوست خیلی نزدیک و قدیمیه، هم دانشکده‌ای. صحبت این بود که همین صحبته که من کردم، مثلا این سازای ما
این سیمای رزونانس اگر داشته باشه یا میشه تجربه کرد، این حتما داشته، حالا از بین رفته اینا. بالاخره کندکاو و اینا که به چه شکلی برسیم، روی تصاویر قدیمی یا مینیاتورها به یه شکلی سیامک رسید که از نظر ظاهر تکلیف زر روشن شد. تقریبا یه نوایی مثل یه عود، کاسه عود کوچیک‌تر، که این تصویر تو خیلی از تصاویر قدیمی، از قدیم نگاه کنین تو مینیاتور هستش. این که چگونه سیم‌های رزونانس که وقتی این همه سیم اضافه میشه، بذارید من این دستم بگیرم. شما الان در ظاهر میگه خب یه مثل تار و ستاره یه 5 6 تا سیم داره، 6 تا سیم داره. خب این سیم‌های قطورترن، سیمایی هن که روش ملودی اجرا میشه، ولی اینجا یه سری سیم هست که در این ساز خیلی سخت بوده، یعنی از این به اینجا وصله، از این زیر این دسته رفته توی دسته که از پشت دسته. این البته یکی از سلانه هاییست که مرحله بعدی سلانه از این تکمیل تر شد، یعنی همه چی دیده نمیشه، ولی اینجا برای تشریح خیلی خوبه که شما این توی دسته یه سری سیم میبینید که اینها خب تعداد گوشی ها میبینید که از تعداد 6 تا سیم بیشتره، پس یه تعدادی از این گوشی ها مربوط میشه به اون سیمای رزونانس، سیمای تنین. خب که وقتی که شما بنا به هر گامی که بخواید اجرا بکنید اونو مطابق با اون صدایی رو کوک میکنید که هارمونیکای اون گام شما یا دستگاه شما تقویت بشه، نوتای شاخصش، نوتای اصلش، همین کاری که مثلا در رباب میشه و یا در سیتار میشه، در سازهای بلوچی، هندی، پاکستانی، اینا همه داره. توی دسته رو وقتی نگاه بکنید از اینجا اینا رو ما اصطلاحا میگیم شیطونک یا یه پلی، یعنی اینا که سیما روش قرار گرفتن و به گوشی ها میرسن این سیما، و از اینجا هم که نگاه بکنید تعداد سیما، وقتی که این ساز رو به تنین در بیارید، این تمام این شروع میکنن به رزونانس کردن، یعنی به لرزیدن. وقتی نگاه بکنید صداهایی که هارمونیکای مشترک ایجاد میکنن، شما نگاه میکنید اون سیمهای مضاعف یا اون سیمهایی که بهش میگیم سیمهای تنین، اونا با اون نوتای خاص میلرزن. وقتی میلرزن اون نوت خاص رو تقویت میکنن، حتی در اکتاوهای مختلف. خب این به همین راحتی ما داریم توضیح میدیم، ولی خیلی زمان برد، انقدر زمان برد که اسم ساز شد سلانه، یعنی سلانه 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 رسیدیم به نتیجه که به یک ساز تبدیل میشه، سازی که البته هنوز ساز تجربیه، به نظرم هنوزم شاید که خیلی باید روی این ساز کار بشه، ولی هیچ وقت تجربه کردن و کشف کردن چیز بدی نیست، ادامه داره داستان. Thank you.